با وجود توافق موقت ترک مخاصمه در سوریه، جنگ بین نیروهای دولتی و مخالفان در این کشور همچنان ادامه دارد. پیکارجویان وابسته به القاعده هم در نزدیکی شهر حلب تهاجم نظامی تازه‌ای را آغاز کردند. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از کشف یک گور دست جمعی در پالمیرا است که زنان و کودکان در آن دفن شدند. اصل رحمانی گزارش می‌دهد. دست کم 25 تن از نیروهای وفادار به بشار اسد در درگیری‌های جنوب شهر حلب کشته شدند. پیکارجویان جبهه نصرت وابسته به القاعده به همراه گروه شبه نظامی دیگری روستایی که مشرف به جاده اصلی حلب به دمشق است را تصرف کردند. تلویزیون دولتی سوریه با پخش تصاویری در روز شنبه درگیری شدید در این منطقه را تایید کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، جنگ در این منطقه روز شنبه ادامه داشت. تهاجم النصره و شبه نظامیان پس از هفته‌ها حملات هوایی روسیه به مواضع تحت کنترل مخالفان صورت می‌گیرد که برخلاف توافق ترک مخاصمه است که از بیش از یک ماه قبل از روز 27 فوریه به اجرا گذاشته شد. جبهه النصره و داعش خارج از توافق ترک مخاصمه هستند که برای اولین بار در جنگ داخلی 5 ساله در سوریه به اجرا گذاشته شد. فرانسه که اولین کشور غربی است که دولت سوریه را مستقیماً متهم به نقض توافق ترک مخاصمه کرده است، میگوید حملات هوایی هفته اخیر برای به وحشت انداختن مردم و تضعیف تلاش بین‌المللی در یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه صورت گرفته است. بریتانیا نیز طی گزارشی به تخلفات دولت سوریه از زمان اجرای شدن توافق ترک مخاصمه اشاره کرده است. دولت سوریه میگوید حملات هوایی تنها داعش و جبهه النصره را هدف قرار می‌دهند. گروهی مشترک از روسیه و آمریکا که در ژنو مستقر است، نظارت بر اجرای توافق و گزارش تخلفات آن را به عهده دارد. جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، روز جمعه درباره تداوم ترک مخاصمه گفتگو کردند. دیپلمات‌ها نگرانند نقض توافق ترک مخاصمه و کندی در ارسال کمک‌های نودوستانه به مناطق محاصره شده و دور از دسترس ممکن است مانع از آن شود که مخالفان معتدل بشار اسد به گفتگوهای صلح سوریه که قرار است از هفته دیگر در ژنو آغاز شود بازگردند. در همین حال مقام‌های سوریه می‌گویند گور دست جمعی در پالمیرا کشف کردند که دست کم 40 جسد شامل چندین زن و 3 کودک در آن دفن شده است. ارتش سوریه هفته گذشته پالمیرا را که سال گذشته داعش تصرف کرده بود آزاد ساخت. اصل رحمانی، صدای آمریکا.